نمایندگان توایف مذهبی در تونس از امضای منشور ملی همزیستی مشترک خبر دادند این اولین اقدام از نوع خود در تونس به شمار می رود این منشور در حالی امضا شده که شیعیان تونس به رغم اینکه عدد قابل توجهی از کل جمعیت این کشور را تشکیل می دهند سالهای سال است از سوی مخالفان زیر شدیدترین فشارها قرار گرفته و از داشتن آزادی در انجام اعمال و مناسک دینی و مذهبی خود محروم بودند همکارم علی اکبری گزارش می روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت کشور تونس منشور ملی همزیستی مشترک توسط توایف مذهبی امضا شد امضای این منشور با حضور نمایندگانی از دین اسلام مسیحیت یهودیت بهاییت طرق صوفی و دیگر فرقه های مذهبی صورت گرفت شیخ کریم شنیبه سخنگوی این ابتکار عمل طی اظهاراتی گفت هدف از این منشور ارائه تصویری جایگزین از اختلافات مذهبی به دور از احکام سابق است که درگیری های بین ادیان را به تصویر می وی در ادامه افزود تنوع دینی ثروت جامعه ما و انگیزه ای برای یک پارچه کردن تلاش ها جهت بهبود زندگی انسان است این منشور بر آزادی برگزاری مناسک دینی به دور از هر گونه استثناء و تبعیض مبارزه با خشونت و افرادگرایی از طریق تدوین قوانینی که بر اساس آن فتاوا و گفتمانهای محرک انزوای دیگران جرم محسوب می شود احترام به نمادهای دینی و اماکن عبادی و دور نگه داشتن آن از هر گونه بهره برداری سیاسی و همچنین اصلاح روش های تربیتی اشاره دارد به گونه ای که زمینه پذیرش دیگران توسط جوانان را فراهم آورد. گفتنی است 98 درصد از جمعیت 14 میلیونی تونس را مسلمانان تشکیل می‌دهند. در همین حال شیعیان حدود 15 درصد از کل جمعیت مسلمان را تشکیل می‌دهند و این یعنی حدود 12 تا 13 درصد کل جمعیت تونس را شیعیان تشکیل می دهند. این منشور در حالی امضا شده که به نظر می رسد پیروان ادیان و مذاهب مختلف به دنبال تأمین حقوق و منافع خود هستند در حالی که پیروان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام که جمعیت قابل توجهی از کل کشور تونس را تشکیل می دهند در چند دهه اخیر هموار از سوی دولت یا پیروان دیگر مذاهب زیر شدید ترین فشارها قرار گرفتند و از اجرای مناسک دینی و مذهبی خود محروم بودند. حال امید است امضای چنین منشوری آزادی بیشتری را برای شیعیان تونس به دنبال داشته باشد.